در گزارش سینمایی بهنام ناطقی نگاهی داره به فیلم اژدهای پیت که اکران سراسری اون در آمریکا از روز جمعه شروع شد. پیت نوجوان یتیمی است که بعد از مرگ پدر مادر سالها در جنگل‌های مرموز شمال غربی آمریکا گم شده و زندگیش رو با دوستش الیوت می‌گذرانده که یک اژدهای جادویی است با قدرت نامرئی شدن. پسرک رو زن جوانی با بازی برایس دالاس هاوارد پیدا می‌کند و تنها کسی که داستان پیت و دوستش الیوت رو باور دارد پدر این دختر است، حکاک جنگل نشینی با بازی رابرت ردفورد که قصه‌هایش درباره اژدهای نامرئی دل بچه‌های اون حوالی رو شاد می‌کند. This was about a chance to return to my own childhood experience. رابرت ردفورد این فیلم رو فرصتی می‌داند برای بازگشت به دوران کودکی و داستان‌های خیالی درباره ماجراجویی و جادو. Hey, wait. Do you know where your parents are? هرچند داستان اژدهای پیت در شمال غربی آمریکا می‌گذرد، اما برای فیلمبرداری از مناظر نیوزلند استفاده شده. بازیگر برایس دالاس هاوارد میگوید سال گذشته برای فیلمبرداری بچه‌هایش را با خود به نیوزلند برده بود و میگوید کشوری است مطلقاً جادویی و اون رو به یک ناکجا آباد تشبیه می‌کند. اژدهای پیت یک فیلم نقاشی متحرک هم سال 77 ساخته شده. منتقدها فیلم حاضر از کارگردان سینمای مستقل دیوید لوری رو به مراتب بهتر از فیلم‌های قبلی این داستان و یکی از بهترین فیلم‌های سال جاری می‌دانند. I grew up loving classic Disney movies and you know I sat down to start writing this one. سناریست و کارگردان فیلم دیوید لوری میگوید با عشق به فیلم‌های دیزنی بزرگ شده و نوشتن این سناریو رو نه به قصد ارزیابی کار ابتکاری بلکه برای بزرگداشت سنت اون فیلم‌ها آغاز کرد و می‌خواست در اون سنت شریک باشد. You're very brave. Did you know that? داستان فیلم تلاش زن جنگلبان است به کمک بچه‌های محل برای جستجو در گذشته و سابقه پسر بچه پیت و بیرون آوردن حقیقت ماجرای دوستی او با الیوت. داستان فیلم رو منتقدها تمثیلی از ایمان مذهبی می‌دانند و همچنین روایتی درباره سرکشی دوران نوجوانی. بنام ظاهراً برعکس خیلی از فیلم‌های پرفروش، استقبال منتقدها و تماشاگرها تو این فیلم برعکس بوده. خب بعضی منتقدان این فیلمو در ستایش از خیال پردازی و نوجوانی و ایمان به جادو و چیزهای ناشناخته قابل مقایسه با بهترین فیلم‌های شرکت دیزنی میدونن و حتی یکی از بهترین فیلم‌های امسال همونطور که در گزارش هم ولی اشاره کردم به مراتب بهتر از فیلم موزیکال کلاسیک سال 77. ولی البته همه این نظر رو ندارن، بعضی هم حتی این فیلمو مسخره کردن. در حال برخورد تماشاگرها اونطور که دیزنی انتظار داشت نبود و قابل مقایسه است با استقبال کمی که نسبت به فیلم اسپیلبرگ نشون دادن، فیلم دیگه دیزنی The Big Friendly Giant. دوست بزرگ غول، آره، که Big Friendly Giant که البته این فیلم 18 میلیون فروش کرد سه روز اول، این یکی 23 میلیون بهتر بود از فیلم اسپیلبرگ استقبال ازش. نکته جالب است که داستان این فیلم خیلی داره به هم شبیه میشه. پیت و اژدها چهارمین فیلم بچه یتیم و دوست جادویی قولاسا هست. تو بی اف جی هم یه بچه تحت ستم بود در یتیم خانه که قول مهربان نجاتش میده میبره به سرزمین قولهای جادویی. دیزنی امسال روایت تازه هم داشت از داستان کتاب جنگل، اون هم دوستی پسرک یتیمی بود با شیر سلطان جنگل. اما شاید بی‌انصافی باشه که بعضی منتقدان این قصه ها رو اینقدر خلاصه میکنن که بعداً شباهتشون خنده‌دار یا مسخره میشه. امی نیکلسون نوشته بود بهتر نیست دیزنی دنبال یه قصه تازه بگرده. ولی بهنام، حالا بپردازیم به نقدهای تحسین‌آمیز که تعدادشون هم ظاهراً بیشتره. چه جنبه‌هایی از این کار رو قابل تحسین دونستن؟ خاصیت عاطفی عمیق و غمناک قصه این پسرک جدا افتاده و دوستی غیر متعارف و جادوییش رو کارگردان دیوید لوری برجسته کرده که چند تا از منتقدان رو یادآور نمونه کلاسیک و استاندارد این قصه، یعنی فیلم ای‌تی اسپیلبرگ دونستن و به همه اندازم اشک‌انگیز. کل فیلم تمثیلی است در مورد بزرگ شدن و به بلوغ رسیدن. جنبه تحسین‌آمیز کار لوری به قول منتقد دن کویز این هستش که برخلاف انتظار مقهور سبک خاص فیلم‌های دیزنی نشده و فیلم به طرز قابل ملاحظه از احساساتی بازی ساده‌گرایانه و اغراق‌های عاطفی که معمول دیزنی هست پرهیز میکنه. دیوید لوری هنرمند جوانی است که اون فیلم Ain't Them Body Saints رو ساخته بود، آیا رفقای مقدس نیستن، سال 2013،
نظر منتقدها رو به خودش جلب کرد. تقریبا تمام شخصیت‌ها و رویدادهای فیلم اجدای پیت سال 77 رو در سناریو جدید حذف کرده و تنها چیزی که باقی مونده این دوستی عجیب بین بچه و موجود افسانه‌ای هست که مثل یه سگی هست، یه سگ بزرگی هست. موضوع قصه‌ای که شخصیت بابا بزرگ دوست داشتنی فیلم با بازی رابرت ردفورد هم اینو برای بچه‌های ما تعریف می‌کنه. به قول منتقد کانادایی باری هرتز از گلوب اند میل، لوری صمیمیت و پاکدلی خاصی رو وارد این قصه کرده تا جایی که دیگه یک کار عجیلانه برای پول در آوردن تو گیشه نیستش، بلکه یک تلاش صادقانه است برای سرگرم کردن و مسحور کردن تماشاگر. کایل اسمیت در نیویورک پست نوشته این فیلم سرشار از صمیمیت و عشق است و اسکات توبیاس در رادیوی ام پی آر فیلم اجدای پیت رو تأکیدی دوست داشتنی میدونه بر نهادهای خانواده، جامعه و ارزشمندی جهان طبیعی. این اجدها که بعضی گفتن به بچه سگ قولاسا تشبیهش کردن و همون قدم دوست داشتنی شده، به قول جو مورگنستن منتقد وال استریت جورنال، از دهانش آتش بیرون میزنه در حالی که فیلمی که در اطرافش میگذره انسانیت رو تنفس میکنه.